در ادامه درگیری ها بین اسرائیل و حماس یک کودک 9 ساله اسرائیلی در جریان حمله موشکی با صدای آژیر دچار ایست قلبی شد و جانش رو از دست داد. پدر این کودک 9 ساله میگه دخترم رو صدای آژیر به قبر رسوند. دخترم نمرد، بلکه از وحشت صدای آژیر به قتل رسید. کودکان در کشور اسرائیل در دنیای زندگی نمی کنند که بتوانند با خیال راحت بازی کنند، از زندگی روزمره لذت ببرند یا خندان و آزاد راه بروند و احساس امنیت کنند. ما در کشور اسرائیل زندگی می کنیم اما احساس امنیت نمی کنیم. بچه های من به جای بازی کردن همه اش در حال پنهان شدن از صدای آژیر و موشکند، پنهان شدن از دست تروریست هایی که آن بیرون می خواهند خون ما را بریزند. یکی از شهروندان فلسطینی که ساکن منطقه خان یونس غزه است میگه هر اتفاقی بیفته خانه هامون رو ترک نمی کنیم. ما اینجا میمانیم چه نیروهای اسرائیلی از طریق زمینی بیان یا از طریق هوایی. هر اتفاقی بیفته ما از جامون تکون نمیخوریم. ما در خانه هامون میمونیم و اشتباه سال 48 رو تکرار نمی کنیم. وقتی به عباسان و خزا حمله شده بود، وقتی آوار روی سرمون ریخت، به خاطر بچه هامون از خونه هامون رفتیم. اینجا سرزمین ماست و ما نمیریم. امروز ما به عقب بر نمی گردیم و تو خونه های خرابمون زندگی می کنیم. همکارم اردوان روزبه اینجا در اورشلیم به ما پیوسته. الان 24 ساعت گذشته از اون یورش نسبتاً وسیع تری که در غزه انجام دادن، شرایط الان چطوره رو زمین؟ خب دو سه تا نکته اول این که وزارت ارتش امروز اعلام کرده که در عملیات شاخو 450 نقطه رو زده. اگه دقت کنی تعداد نقاط که داره زده میشه داره بیشتر میشه، نشون میده که گستره عملیاتی در نوار غزه افزایش پیدا کرده. اما همون عملیات قدم به قدم، یعنی بریده به بریده، قسمت به قسمت رفتن جلو، تب پاکسازی کردن و قسمت بعدی در ادامه پیدا میکنه. به نظر میرسه این بهترین راه برای کاهش تلفات. بدن اینکه فردادی مشکل بزرگ اینه، مدلی که حماس استفاده میکنه، یعنی تنیدن نیروهای نظامیش و شبه نظامیش در بدنه جامعه، واقعا کار سخت میکنه. یعنی به هر حال شما نمیتونی یه پادگان رو بزنی، به تبع این هزینه بالایی داره. همین امروز اعلام کردن که پیش از این یاد باشه بیمارستان شفا رو گفته بودن که منطقه نظامی است، چون روش سوء استفاده میشه ازش. الان دارن میگن که باید بیمارستان القدس هم تخلیه بکنن. چیزی دو ارتش اسرائیل من نگاه میکردم نگفته که آیا استفاده نظامی شه یا نه، ولی به نظر میاد که دقیقا ما همون دلیل داره پیش بینی میکنه. ولی دور و برش رو چند بار زدن، حتی چند بار بیمارستان گفتن نگرانن چون کپسول با فاصله، حتی مواردی با فاصله 50 متر زدن. این نشون میده که احتمالاً ممکنه که اونم پیش بینی شفا رو دارن اینجا در القدس هم میکنن. اما مشکل بزرگ در اینجا اینه که در بیمارستان القدس خود مجروحان و خانواده هاشون هستن اونجا، یعنی عملا اون بیمارستان به عنوان یک محل امن داره استفاده میشه. و این حجمی هم که خب از جمعیت وجود داره انتقالش خیلی آسون نیست. مثلا امروز ما میدونیم که ارتش اسرائیل شب گذشته تأثیر القوسی رو زده، یکی از فرماندهان ارشد جهاد اسلامی رو، و در جنوب هم زده. این درست نقطه مقابل دیگه. پیش از این میگفتن که مردم از شمال غزه باید مهاجرت کنن به سمت جنوب تا در امان باشن. حالا با عملیاتی که داره در جنوب هم انجام میشه، اسرائیل داره اعلام میکنه جنوب هم باید تخلیه بشه. ما میدونیم که دست کم گذرگاه رفح هنوزم باز نیست برای ورود یک شهروند، حتی یک آدم که از غزه بخواد خارج بشه. بسیار محدود داره همینجور کمک ها از اونجا میاد بیرون، ولی هیچ چیزی نمیتونه، یعنی هیچ کسی نمیتونه بره بیرون. الان موضوع بر سر اینه که مردم نه در جنوب میتونن در امنیت باشن نه در شمال، و این خودش یه معضله. اما طرف دوم این هستش که اسرائیل به هر حال هنوز درگیر اون اتفاق هفته هفته اکتبر افتاده دیگه. من امروز در مقابل خونه رئیس جمهور بودم و شاهد حضور خانواده های گروگان ها و موقعیتی که پیش آمده بود، و اونا معترض بودن به دلیل اینکه معتقدن اون توجه لازم رو دولت مسئله گروگان ها نمی کنه. البته اگر ما دقیق نگاه کنیم میبینیم یه جورایی هم همینه، به دلیل اینکه به هر حال ارتش داره پیشروی میکنه، ارتش داره تونل ها رو میزنه، ارتش داره مراکز میزنه. قطعا این گروگان ها توی یکی از همین جاها باید باشن دیگه، قطعا گروگان ها که جای بیرون نیستن. و این نگرانی برای خانواده ها پیش اومده که حالا که ارتش داره پیشروی میکنه و حجم آتش رو داره افزایش میده، تکلیف اونها چه خواهد شد. این مذاکره امروز داشتن میکردم با شخص رئیس جمهور، خانواده تا لحظه‌ای که من اونجا بودم نتیجه گرفته نشده بود. اما آقای گالانت ساعتی پیش اعلام کرد که ملاقات
با اونها داشته و وعده کرده که ارتش تمام سعیش رو خواهد کرد تا این نجات پیدا کنه. ولی پیچیده است موقعیت. میدونی راستش فرداد، یعنی اگه همین پازل رو کنارم بذاری که من سعی میکنم بذارم، وضعیت مردم در غزه، وضعیت مبارزه با نیروهای حماس، وضعیت گروگان‌ها، وضعیت پیشروی گرفتن خاک، حفظ خاک، گروه‌های نیابتی الان امروز بحث چیز دیگه، یعنی بعد به جز حماس خب بحث حزب‌الله و بحث همین زدن یکی از نیروهای حرکت اسلامی در واقع فلسطین هستش و ایجاد اسلامی و اینا رو اگه کنارم بذارید و راکتای که الان سوریه شلیک شده، درسته به خاک خورده، یعنی در واقع به شهر نخورده، ولی یه راکتی داره شلیک میشه. با در نظر گرفتن این مسئله من فکر میکنم که این فشار، این بحران ممکنه که شرایط رو خب برخورد خیلی آسون نکنه الان برای اسرائیل، ولی باید ببینیم در آینده آیا در مذاکرات هایی وجود داره که آنچه که اول آمریکا دنبالش بود، یعنی ماندن جنگ بین اسرائیل و حماس، آیا این شرایط محقق میشه یا نه؟ اگر بشه خب ممکنه که اسرائیل در یک برگ برنده در کوتاه مدت به نتیجه برسه، اگر نه من فکر میکنم جبهه های اسرائیل در مناطق مختلف گسترش پیدا میکنه. ممنونم از اردوان روز به همکارم اینجا در اورشلیم با ما. در همین دقایق که داریم با هم صحبت میکنیم هم اتفاقا گزارش حاکی از این هستش که صدای آژیر خطر در بسیاری از محله های نزدیک به نوار غزه شنیده میشه و آیدی فرتوش اسرائیل هم گفته دوباره مواضع دیگری از حزب الله رو در جنوب لبنان در واکنش به راکت پرانی ها از این منطقه به شمال اسرائیل هدف قرار داده. بیننده پوشش ویژه برنامه 24 هستید. در این لحظه این بخش از برنامه به پایان میرسه، اما تا دقایق دیگر در یک بخش دیگر برنامه 24 با شما همراه خواهیم بود.